سلام علیکم و رحمت الله برکاته. دوستان عزیز، شاگردان عالی قدر، افغانان معزز و دوست داشتنی، من لکچر پنجم، فصل پنجم است. امروز البته سوالات خوبی در بحث نامساوی داریم. طبق معمول ما استپ به استپ سوال را آستا آستا مغلق ساخته میریم و انشالله مشکلات هم در کل حل خواهد شد. بر صورت سوال 31 آغاز میکنم. به تمام قیمت های ایکس شامل اعداد دقیق، اینی نامساوی بزرگ از منفی 3، شما لطفا سرحد ام را پیدا کنین که از کجا تا کجا تحول میکنه. اول مفهوم سوال بگیرید. تمام نامساوی ها باید همراه صفر مقایسه شود، یعنی x مربع منفی 3 mx مثبت 3 m منفی 3 ریسو بر مثبت 3 بزرگ از صفر. نامساوی ما این تو چیز است. دوم، اینی میگه به تمام قیمت های x شامل اعداد حقیقی این نامساوی صدق میکنه، زیرا به تمام قیمت های اعداد حقیقی اینی است و یکی است، یعنی به تمام قیمت های اعداد حقیقی، یعنی از منفی لایتنی تا مثبت لایتنی، هر چه قیمتی که ما بتوم از منفی لایتنی تا مثبت لایتنی، این را میگن به تمام قیمت های x شامل اعداد حقیقی ای است، یعنی نامساوی را صدق میکنه. زبان ریاضی رو کم کم بفهمید. بنابراین شما سرحد m را پیدا کنید که m از کجا تا به کجا تحول میکنه. یادتان باشه اگر یک نامساوی به شکل ax مربع جمع bx جمع c بزرگ از صفر داده میشه، معلوم دار است که در این سه حالت وجود داره: یا دلتا کوچک از صفر است، یا دلتا بزرگ از صفر است، یا دلتا مساوی به صفر است. حالت سوم دلتا مساوی به صفر است. صحیح شد؟ بنابراین اگر دلتا کوچک از صفر بود، دو حالت وجود داره: یا گراف انتر مثبت رسم میشه، یا گراف انتر منفی رسم میشه. اگر دلتا کوچک از صفر بود، یا گراف مثبت رسم میشه یا منفی. گراف چه وقت مثبت رسم میشه؟ که a بزرگ از صفر باشه، یعنی ضریب درجه 2 مثبت باشه. و دلتا چه وقت کوچک از صفر رسم میشه؟ وقتی که a کوچک از صفر باشه. دلتا چه وقت منفی رسم میشه؟ معذرت میخوام، گراف ما وقتی که a کوچک از صفر باشه. چی معنا؟ فرض مثال x مربع جمع 2x مثبت 3 بزرگ از صفر داده شد. اینا از شما دلتا زیر میخواید، دلتا زیر حل کنین کوچک از صفر. بنابراین گراف از چه قسم رسم میشه؟ گراف از اشاره x مربع مثبت است، این مثبت. کسایی که قسمی نمیفهمه، قبلی قیمت داده بودی، فرض صفر، اینا قیمت بدین قیمت بدین قیمت بدین مثبت میشه. این حال صفر در کجاست؟ حتما در اینجا هست. چرا نشانیش نکردی؟ به خاطری که برای x ما قیمت نیافتیم. این معادله خب حل نداره. بنابراین گرافش مثبت میه. اما اگه سوالی رقم باشه، منفی x مربع مثبت 2x منفی 3 بزرگ از صفر، بازم دلتاش شما تشکیل بدین کوچک از صفر میه. حالا اگر گراف شرسم بکنین، گراف از به این شکل میه. کسایی که تو نمیفهمه، یک قیمت بدین، کیفی از منفی لایتنی تا مثبت لایتنی هر چی که میتین، فرض ما صفر میتون، این صفر میشه، صفر میشه منفی، یعنی گراف منفی. صحیح شد؟ دوم، در نامساوی های درجه دو، کسایی که جدول هم میفهمن، دوم اگر دلتا بزرگ از صفر باشه، خود این صورت با دو جواب میده، یکی اکس یک یکی اکس دو. اینا اگر اکس یک اکس دو جواب میده، بنان گراف از یک رسم بکنین، گراف از اینی فکر کنین x1، این فکر کنین x2، گراف از این تو به شکل تابع ساین واری تحول میده، یکش منفی اینجا مثبت اینجا مثبت، یا برعکس میتونه که گرافی رقم هم رسم شود. باشه که این پوینت تر بگیریم، یا میشه که به این شکل باشه: ای از x1 ای از x2، میتونه گراف به این شکل باشه، هیچ مشکل نیست. منفی منفی مثبت. صحیح است؟ او را قیمت بده، نمی دو تغییر حتما وجود داره. سوم، اگر دلتا مساوی به صفر باشن، باز معلوم است که x1 و x2 منطبق است. اگر x1 و x2 منطبق است، بنابراین ترسیم ازی به این شکل است: اینجا x1 منطبق به x2، بنابراین گراف ازی یا مثبت است و یا گراف منفی است، یا گراف چی است؟ منفی. انتمنت.
سایز ای که در کدام حالت از ای چطور باشه و ای چطور باشه و ای حالت اشاره ای رسایکو یا داخل جزور چی است و خلاب بیرون جزور چی است. اما از او که خوبی است که ما و شما در لکچرهای قبلی قیمت دادیم، فرض مثال از اینی طرف قیمت بتین اشاره شو تعیین کنین، یک جاش که تعیین کردین دیگه تو بالا پایین رسم کنین. سایز اما اینی حالت بسیار مهم است برای شرایط. چه قسمی حالت مهم است؟ ما را گنگ ساختی؟ سعی کنین میفهمین. اول این چی گفته؟ به تمام قیمت های X شامل اعداد حقیقی، یعنی حالت اول است. اینی به تمام قیمت های X شامل اعداد حقیقی است، این به تمام قیمت ها. اینی دو حالت و این دو حالت مربوطی کی است؟ مربوطی دلتا هست و دلتای کوچک از صفر. این به تمام قیمت ها نیست، به قیمت های بین X1 X2 یا حال داره، یا از منفی لایتری تا X1 و از X2 تا به مثبت لایتری. ای به تمام قیمت های اعداد حقیقی نیست، از منفی لایتری مثلا تا X1 یا ایش فرق نمی کنه، از منفی لایتری تا X1 و از X1 به بعد تا به مثبت لایتری ست می کنه. اما به تمام قیمت ها به استثنای فلانی نگفت، اگر به استثنای فلانی می گفت با دو صورت دلتا مساوی به صفر می بود، فقط گفته به تمام قیمت ها. وقتی که به تمام قیمت های اعداد حقیقی، از اینجا ما حکم کرده میتونیم که دلتا باید کوچک از صفر باشه. خیلی یک نامساوی پیدا شد. دلتا زیر تشکیل بده. دلتا خودش چی است؟ دلتا هست بی مربع منفی 4 ای سی کوچک از صفر. این نامساوی باید تشکیل شود. ای بی سی را میفهمید؟ بگوین ای بی سی را برای من ضریب x مربع s، اینی s ضریب x تنها 20 و عدد ثابت با علامه علامش، ایام 30. او طرف مساحتم باید صفر باشه. بس خلاص. از اینجا داریم، از اینجا داریم بی مربع بی ما چند است؟ منفی 3 ام. باشید که جنشته کنم، منفی 3 ام مربع منفی 4 ای 1 سی سیم جمع سی کوچک از صفر. این این نامسایی که حل شد سای تحول ام پیدا میشه. خواهید ساده بساز، این میشه منفی 3 ام مربع، یعنی منفی مربع مثبت 9 ام مربع دیگه منفی 4 سه 12 ام، همینطور میشه منفی 4 ضرب از این منفی 12 کوچک از صفر. صحیح شد؟ بس اینا مساوی را حل بکن، بس خلاص جواب شما پیدا میکنی. بفرمایید چه رقم عمل میکنین؟ باید اول مساوی به صفر، 9 ام مربع منفی 12 ام منفی 12 مساوی به صفر، اطراف تقسیم 3 بکنیم، میشه 3 ام مربع منفی 4 ام منفی 4 مساوی به صفر. صحیح؟ دلتا زیر تشکیل میدیم و محور بر ازی باز تشکیل میدیم. دلتا مساوی منفی 4 مربع 16 منفی 4 ایسی منفی منفی مثبت 4 سه 12 4 12 48 48 و 16 میشه 64. از اینجا ام 1 ام 2 مساوی است منفی بی مثبت منفی جذر دلتا و 2 ای. از اینجا ام 1 ام 2 مساوی است به منفی بی دمی معادله درجه 2 از جنس ام چی است؟ منفی 4 یک منفی داری مثبت 4 مثبت منفی جذر دلتا جذرش از 4 8 بر 2 ای ای تام 3 2 3 6. می فهمین دیگه گپا رو لطفا، یک دفعه جمع یک دفعه تفریق. بنان ام 1 مساوی است 4 جمع 8 12 تقسیم 6 2. ام 2 مساوی است 4 منفی 8 منفی 2 تقسیم از این میشه 4 منفی 8 منفی 4 مزرد میخواییم منفی 4 تقسیم از این منفی 2 بر 3. صحیح؟ بنابراین حال چی کار کنیم؟ حال محورش رسم میکنیم. یک قیمت یافته مثل که سابق حل میکردیم برای کی؟ برای x. حال حل میکنیم نامسایی ما برای m است، برای m منفی 2 بر 3 و یام 2. خیر است، حوصله کنین دیگه مثال هم کار میکنیم، مغزتان باز میشه انشاءالله. منفی 2 بر 3 و 2 صحیح شد. این حال یک قیمت بتیم برای ما، صفر بتیم خوبش نیست؟ صفر میتیم در کجا؟ برای نامساوی. خب که صفر بتیم این صفر 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 گراف منفی میشه. منفی کجاست؟ صفر کجاست؟ صفر بین منفی و مثبت است، گراف منفی شد، یعنی ای شد منفی او طرفش مثبت، این طرفش مثبت. نامساوی چی گفته؟ نامساوی گفته که برای کوچک از صفر، یعنی برای منفی ها حل بکن. اینی ساعه است، این ساعه از کجا تا کجاست؟ از منفی 2 بر 3 کوچک است از ام، چون متحول ام است، کوچک است 2. اینی هم بود جوابش، جوابش هم دو مه انتروالش باز مه، یعنی جواب سوم. کپی
خب سوال 32 با تمام قیمت های x شامل اعداد حقیقی با تمام قیمت های x شامل اعداد حقیقی او زمان امکان پذیر است که دلتا کوچک از صفر باشد. بناهن اینی نامساوات کوچک از صفر ثبت میکنه. شما سایه تحول ای را پیدا کنید. خب فکر میکنم هدف گرفتین. امرای صفر مقایسه شده؟ شده. به تمام قیمت های x شامل اعداد حقیقی چی معنا؟ یعنی دلتا در نامساوی درجه دو البته. دلتا باید چی باشه؟ کوچک از صفر. اگر ای تو میگفت به تمام قیمت های x شامل اعداد حقیقی به استثنای دو مثال. به استثنای دو. با در این صورت دلتا مساوی به صفر بود. صحیح؟ و اگر ای تو میگفت به تمام قیمت های x شامل اعداد حقیقی به استثنای مثلا فلانی انتروال تا فلانی انتروال با در این صورت حکم میدادیم که دلتا بزرگ از صفر بود. مطمئن هستم که هدف گرفتیم. بسیار از ما تنها به تمام قیمت های x گفته. از اینجا خیلی ما حکم داده میتونیم که دلتا کوچک از صفر. ایناله دلتای کوچک از صفر چی معنا؟ دلتای کوچک از صفر یعنی b مربع منفی 4 ac باید کوچک از صفر باشه. ای بی سی رو برمه تعیین کنید. ای بی سی رو از کجا کنم؟ ای بی سی رو وقتی تعیین میکنیم ضریب x مربع s ضریب x نمای 1 بیس و عدد ثابت دو طرف باید صفر باشه. امرای علامه علامه سی است. فکر میکنم ای بی سی هم تعیین شد. بنابراین ای بی سی را میفهمی بس خلاص حل شد. بی مربع بگو بیره منفی دو ضرب در ای جمع یک اینمی مربع منفی چهار ای را بگو ای منفی یک سی را بگو ای جمع دو باید چی باشه کوچک از صفر. اینمی را ساده بساز خلاص. بنابراین منفی برمای جفت مثبت دو مربع چهار چهار ضرب در ای جمع یک کل مربع صحیح شد. منفی چهار ضرب در ای را ضرب بکن ای را که ضرب بکنم ای میشه ای مربع مثبت دو که یک برای مثبت ای منفی دو کوچک از صفر صحیح؟ خدا کنه غلط نکنم ای را ضرب بکن ای مربع چهار که ضرب شود چهار ای مربع مثبت دو ای دو چهار هشت ای مثبت یک مربع یک یک چهار چهار صحیح شد. منفی ایرام ضرب بکن 4 ای مربع منفی 4 ای مثبت 8 کوچک از صفر به فکر می خلاص میشه 8 ای که 4 ای بره میشه 4 ای صحیح است. 4 و 8 میشه 12 کوچک از چند؟ صفر. از اینجا این مساوی دیگه ساده است. 4 ای 12 رو سبر منفی 12 ای ضربت به گراف نیست اطراف تقسیم 4 ای کوچک از چند؟ منفی 3 کپی کوچک از منفی 3 که بتین ای را کوچک از منفی 3 سعی کنید مفهوم سوال رو بگیرید. کوچک از منفی 3 کدام اعداد است؟ اینی فکر کنید منفی 3 از منفی 3 کده کوچک از منفی 3 کده کوچک فرضاً منفی 4 این حال منفی 4 برای ای بتین ای را که منفی 4 بتین منفی 4 1 ای را فرضاً منفی 4 دادم منفی 4 1 میشه منفی 5 x مربع حال منفی 4 1 منفی 3 منفی 3 ضرب از این منفی 6 x همونطور میشه و منفی 4 و 2 منفی 2 کوچک از صفر. این حال اینه می نامسایی رو که حل بکنی حتما حتما هر رقم که اکس قیمت بتین کوچک از صفر میبره هر رقم از منفی لایتانی تا مصبر لایتانی کسایی که میگن نه این نامسایی رو حلش خو میفهمی دلتاش تشکیل بده دلتا رو که تشکیل بده یعنی اول مساوی به صفر قرار میدی این میشه منفی 5 x مربع منفی 6 x منفی 2 مساوی به صفر اطراف ضرب منفی بکنین 5 x مربع مثبت 6 x مثبت 2 مساوی به صفر دلتا از این 100 درصد کوچک از صفر است دلتا از این که کوچک از صفر است محور اینطور میمانه از منفی لایتنی تا مثبت لایتنی قبلا کار کردیم لطفا در لکچر قبلی بنا ان یک قیمت بده فرضاً 0 0 0 0 گراف میمونه مثبت یعنی مثبت این حال نامساوی ما چی میگه؟ نامساوی ما چی میگه؟ نامساوی ما خود میگه بر منفی حل کن نیر خود توی تو کار کردی یه نیر خود خودت دید و گرفتی زر منفی کردی به خاطر حل مساواتت اما اصلا نیر خود اینجا هست خیر اینجا که تو قیمت میدی اصلا در نامساوی قیمت بده صحیح؟ دی بعض اوقات از پیش ما مشتبه میشه در نامساوی قیمت بده صفر قیمت بده صفر 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 منفی میشه گراف میشه منفی گراف که منفی شد یا میگه برای کوچک از صفر یعنی بر منفی ها منفی ها راستی ها از اینجا تا اینجا صفر میکنه یعنی به تمام قیمت های اعداد حقیقی اگه تو هم نفهمیده قیمت های کیفی بده
هر قيمتي كدلتون دلتون من في مثبت صفر جذري كسري هر چي كميتين صفر بتم صحيح آسان است صفر 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 منفي و منفي دو كوچك صفر نيست مثبت بتين فرضاً يك يك مربع يك يك پنج پنج يك شش شش منفي پنج و منفي شش منفي يازده منفي يازده و دو منفي سيزده كوچك صفر است صدق منفي بتين فرضاً منفي يك منفي يك بتين منفي يك مربع مثبت يك يك پنج پنج منفي و منفي منفی منفی چی میشه؟ مثبت یک شش 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 که پنج بره مثبت یک مثبت یک که دو بره منفی یک بنابراین منفی یک کجا کسی فکر کنم هدف گرفتیم کپی خب سوال 33 هم به امو تیپ است برای ازی که تمرین داد پخته شود انتخاب کردم اف اکس مساوی به اکس مربع مثبت 5 منفی ام اکس مثبت 1 اف اکس بزرگ از صفر است سایه تحول ام را پیدا کنیم چی معنا یعنی اف اکس یعنی اون افاده ما اکس مربع مثبت 5 منفی ام اکس مثبت 1 اینی بزرگ از صفر است ایناله اینی نامساوی که بزرگ از صفر باشه این نامساوی ما که همیش بزرگ از صفر باشه شما قیمت ام پیدا کنید یعنی بزرگ بودن ازی برمیگرده به متحول ام یعنی معادله افادی ما شکل نامساوی پارامتریک است یک نامساوی همیش بزرگ است صفر چه وقت است یک نامساوی به هر قیمت x اگر یادم رفته به هر قیمت x باید نوشته کنم به تمام قیمت های x شامل اعداد عقیم او زمان امکان پذیر است که دلتا چی باشه کوچک از صفر دلتای ما چی است بی مربع منفی 4 c a b c را بگو اینی s اینی 20 و اینی هم 30 سعیز بی مربع منفی 4 سی باید کوچک از صفر باشه بی رب نام بگیرید 5 منفی ام مربع منفی 4 ای یک و سی هم یک کوچک از صفر این انکشاف بتیم 5 مربع 25 منفی 25 ده ام مثبت ام مربع منفی 4 کوچک از صفر این که ساده بسازم ام مربع منفی ده ام از 25 که 4 بره 21 میشه نی مثبت 21 کوچک از صفر نامساوی پیدا شد این حال نامساوی را حلش یاد داره ام مربع اول باید مساوی به صفر منفی ده ام مثبت 21 مساوی به صفر 21 بعد از یک جمع بکنی 10 شوه 7 و 3 هم علامه اردیش منفی جابات خلاف شاره ام یک مساوی به 7 و ام دو مساوی به سه ایناله محور رسم که برای متحول ام از کوچک ای سه بعد از او هفت آل یک قیمت بتین صفر بتین خوبش نیست صفر آسان است در نامساوی بتین صفر 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 مثبت شد گراف چی مان؟ مثبت بنابراین جایی که صفر است مثبت صفر اینجا است مثبت منفی مثبت قبول است؟ نامساوی ما چی میگه؟ برای کوچک از صفر کوچک از صفر چی مانا؟ برای منفی آلگو منفی از کجا تا کجاست؟ بین 3 و 7 ام کوچک از 7 بزرگ از 3 مساوی نداره چون انتروال شامل نیست کپی خب سوال 34 قیمت مطلق 2x منفی 1 کوچک از 5 برمیگردیم به حل سوالات نامساوی قیمت مطلق چطور میتونین حل بکنین؟ قیمت های مطلق هم متشکل از دو شاخه هست یعنی یک قیمت مطلق وقتی که تعریف میشه مثبت منفی است هرچی که قیمت مطلق هست کوچک از 5 حالا اگر این دقت بکنین این در حقیقت متشکل از دو شاخه است شاخه اولی ازی مثبت 2x منفی 1 کوچک از 5 است شاخه دوم ازی منفی 2x منفی 1 کوچک از 5 است این نامساوی اول و این نامساوی دو ایناله این نامساوی را برو جدال بکن این را برو جدال بکن هر دویش رو یک محور مقایسه کن بسیار خوب اولی شکل میکنم 2x منفی 1 کوچک از 5 منفی 1 اصول بر 2x کوچک از 6 اطراف تقسیم 2 x کوچک از چند 3 این ضرورت به گراف نیست به خاطر پولینومیال درجه اول است و درجه دو نیست کسری نیست چندین x پیدا نشده که من برم گراف شده سم کنم دومیشه که کار میکنم منفی منفی 2x منفی 1 کوچک از 5 منفی رو ضرب میکنم منفی 2x منفی منفی مثبت 1 کوچک از 5 بنابراین منفی 2x
کوچک از یک اوسو بر منفی یک پنج که یک برای چار اطراف تقسیم منفی دو اکس جهتش تبدیل میشه چار تقسیم منفی دو میشود منفی دو. این حالی این دو دانه رو باید مقایسه کنم. وقتی که دو دانه رو مقایسه میکنم کدام عداد ماست؟ یکی منفی دو یکی هم سه. سایز اولیش چی میگه؟ میگه کوچک از سه. اینه کوچک از سه. دومیش چی میگه؟ بزرگ است منفی دو. این بزرگ است منفی دو. در کجا هر دویش قطع کرد؟ آیا در این ساحه؟ نه. در این ساحه؟ نه. در این ساحه؟ بله. بنابراین این ساحه تحول ماست. یعنی ام نه مزرد میخواییم متحول ما اکس است. اکس کوچک است سه بزرگ است منفی دو. اینی بود جوابش. راستی هم بین منفی دو سه قیمت بدهیم. این واسه حساب میکنم. مثلا بین منفی دو سه چند است؟ مثلا صفر. صفر که قیمت بدین دو صفر صفر قیمت صفر و منفی یک قیمتش میشه منفی یک قیمت مطلقش میشه یک یک کوچک از پنج است. اما اگر سه و طرف قیمت بدیم چهار دو چهار هشت هشت که یک بره چند؟ هفت. هفت کوچک از پنج نیست. از منفی دوی طرف قیمت بدیم مثلا منفی سه دو زر منفی سه منفی شش منفی شش منفی یک منفی هفت قیمت مطلقش هفت هفت کوچک از پنج نیست. کپی. سوال 35 قیمت مطلق 5 منفی x بر 4 کوچک و مساوی به 4 چه رقمی را حل بکنیم؟ آسان است. بازم من گفتم که قیمت مطلق معنایش مثبت منفی 5 منفی x بر 4 کوچک و مساوی به 4. این حاله ای معنایش یک دفعه مثبت 5 منفی x بر 4 کوچک و مساوی به 4 این مساوی اول دیگر دفعه منفی معنایش منفی 5 منفی x بر 4 کوچک و مساوی به 4 دو نامساوی شد. دو نامساوی را حل بکنید. اولیش آسان است. چه رقم حل میکنی؟ 5 منفی x بر 4 کوچک و مساوی به 4 اطراف ضرب 4. وقتی که ضرب 4 شوی میشه 5 منفی x کوچک است 4 4 16 این 4 خلاص شد. صحیح؟ 5 اوسو میبرم. 5 اون طرف که انتقال میدم این میشه منفی x کوچک و مساوی به 16 منفی 5 16 منفی 5 میشه 11 اطراف ضرب منفی جهت نامساوی تبدیل. این بود اولیش. دومی شکل میکنم اینی را منفی 5 منفی x بر 4 کوچک و مساوی به 4 صحیح؟ اطراف ضرب 4 وقتی که ضرب 4 شود بنان این میشه منفی 5 منفی x این 4 خواهد بینده کوچک و مساوی به 4 4 16 منفی که ضرب میکنم منفی 5 مثبت x کوچک و مساوی به 16 اطراف ضرب منفی نکردیم که جهت تبدیل شود تنها منفی رو در یک قسمت نظر به تعریف قیمت مطلق موجود شد. بنان آل چی کار بکنیم؟ آل x کوچک و مساوی منفی 5 و سوبر مثبت 5 16 و 5 21 این آل چی کار کنیم؟ عدیش باید مقایسه کنیم روی یک محور. اعداد ما یکیش از منفی 11 یکیش از 21 صحیح؟ اولیش چی میگه؟ بزرگ از منفی 11 این بزرگ از منفی 11 دومیش چی میگه؟ کوچک از 21 این هم کوچک از 21 بنان دینی جردیش قطع کرد خیلی که قطع کرد سایه تحول x بین 21 و بین 11 اما مساوی هم داره یا مساوی داره و مساوی داره. اگر قراری تو میبود که گراف به این شکل رسم میشه که اینی فرض مثال منفی 11 اینی گرافش این شد 21 یکیش ای طرف می آمد یکیش او طرف می رفت نه؟ باش که رو برنگ سیاه بگیریم بنان این دو نامساوی قطع نکرد بنان اگر قطع نکرد با دایی سرات حکم میکنیم حل نداره. اگر قرار می بود که به این شکل می آمد فرض مثال ای شد منفی 11 و اینی هم شد 21 یکیش فرض مثال به این شکل می آید دومیش هم به این شکل می آید با دو سرات معلوم دار است که سایه حل نیست سایه حل نیست بعد از منفی 11 سایه حل به این سمت است. فکر کنم هدف گرفتی نه این شکل اگه به اون طرف هم میره این اگه کپی. خب سه کوچکتر از قیمت مطلق دو اکس منفی یک کوچکتر از هفت باز هم ای نامساوی ما اصلا دو نامساوی است. یک نامساوی ما دو اکس منفی یک کوچک از هفت نامساوی اول دیگهش قیمت مطلق دو اکس منفی یک بزرگ از سه است. در قیمت مطلق میخوایم یک رمز براتون یاد بکنم. این رمز بهترین روش است که شما میتونید قیمت های مطلق حل بکنید. یعنی ما چی میخوایم بگویم که کمک حوصله کنین تا آخر مشاهده کنین. اولیش دو اکس منفی یک کوچک از هفت صحیح است.
بناء أي قيمة مطلقة ما تشمونه مثبت منفي 2x منفي 1 کوچکتر از هف. ناو پیشتر برای روش کار میکردیم که مثبت یک دفعه مثبت والا را کوچک از هف، منفی والا را باز کوچک از هف، ایرال میکردیم، ایرال میکردیم، اردیش باز روی آخر میدیدیم. صحیح است؟ بنابراین او روش در قیمت مطلق در بعضی از موارد صدق نمیکنه. خوبترین روشی است که فقط و فقط اینمی دو اکس منفی یک تانا بانین، اینی علامه را میبینین، این علامه را اینجا هم نشته کنین، اینجا هم نشته کنین، یک بار اونو افت، یک بار منفی افت. اینی بهترین روش است. این همیش انشاءالله صدقه میکنه. دو اکس منفی یک، دو اکس منفی یک، تکرار میکنم. فقط این طرف شما علامه، این طرف شما علامه، یکی شفت، این طرفش خلاف اشاره، منفی افت. اینا لگی بزرگ میبود، این تو بزرگ، بزرگ نشته میکنی. صحیح؟ اما یک چیز است. او نقطه ای است که قیمت مطلق آیا کوچک از هف امکان پذیر است یا نیست؟ آه است. چرا قیمت مطلق میتونه 4 شوه، 4 شوه، 5 شوه، مقصد یک عدد میشه. اما اگر کسی رقمی سوال میکنه 2x منفی 1 کوچکتر است منفی 2، این سوال حل بکن، این سوال خودش حکم بکن، این حل نداره. چرا؟ به خاطر که قیمت مطلق مانعش نتیجهش مثبت و یک عدد مثبت از منفی کده کوچک نیست. بسیار خوب، هدف گرفتیم. اگر هدف گرفتیم آل داریم، اینا را حل کردن از این چه رقم حل میشه؟ دوباره نشتش میکنم، 2x منفی 1 کوچکتر از 7، بزرگ از منفی 7، منفی 1 هم این طرف ببرین، هم این طرف، این میشه منفی 7 جمع 1 کوچکتر از 2x کوچکتر از 7 جمع 1. صحیح؟ بنابراین منفی 7 و 1 میشه منفی 6 کوچکتر از 2x کوچکتر از 7 و 1. 7 و 1 چند؟ 8. اطراف تقسیم 2 این میشه منفی 3 کوچک است از x کوچک است 4. اینی بود اولیش. به ضرورت به گراف نیست که این جل داره اون جل داره، اینگه باشه بانه. دومیش کار میکنه ایره، 2x منفی 1 قیمت مطلقش بزرگ است 3. چه قسم گفتم؟ 2x منفی 1 این تو علامه، این تو علامه، یک طرفش 3، یک طرفش منفی 3. صحیح شد؟ از جا داریم منفی یک همون طرف میبرین همین طرف، این میشه منفی 3 جمع 1 کوچکتر از 2x کوچکتر از منفی 1 اوسو بردین 3 جمع 1، این میشه منفی 2 کوچکتر از 2x کوچکتر از 4. اطراف تقسیم 2 این میشه منفی 1 بزرگ است از x بزرگ است از 2. اینا لردیش مقایسه کنین، چون سایه حل برای اردیش است و در بین از او اکس هایی که شامل اعداد تام باشه باز قیمتش جمع بکنین. خسر چی کار کنیم؟ اینی شد محور. اعداد نام بگیم، منفی 4، نه منفی 4 نیم، منفی 3، معذرت میخوایم، بعد از منفی 3 منفی 1 باز 2 باز 4. ایناله قیمت هایی که وجود داره، بین با دو رنگ انتخاب میکنیم. اولیش چی میگه؟ نامساوی اول ما از 4 کده کوچک، این از 4 کده کوچک، از منفی 3 کده بزرگ، از منفی 3 کده بزرگ. خط آبی مربوط نامساوی اول. دومیش چی میگه؟ از 2 کده بزرگ، این از 2 کده بزرگ، از منفی 1 کده کوچک، از منفی 1 کده کوچک. جایی که اردیش باشه، خط سرخ، خط آبی، او سایه حل هم زمانشان است. بنابراین او کجا هست؟ آیا اینجا سایز؟ نه. آیا اینجا سایز؟ آه هم سرخ است هم آبی. خیلی یک سایه حل ای شد. یک سایه حل ای است؟ نه. ای است؟ بله است. اما اینجا نیست. سایز؟ این نگفته که حل نامساوی کجاست. بین انتروال شناشتا میکنم خیره. منفی 3 الا منفی 1 و از 2 الا 4. چرا انتروال باز گرفتی؟ برای از اینکه مساوی نداره. در ای اکس شامل زید انتخاب بکن، بین این را به 6 تبدیل میکنیم، بین منفی 3 و منفی 1 اعداد تامش کدام است؟ منفی 2 دیگه خو نیست، و بین 2 و 4 اعداد تامش کدام است؟ 3 هست یا نیست؟ مجموع اکس خواسته، یعنی همیه را جمع بکن، منفی 2 جمع 3 چند میشه؟ 1. این بود جوابش. کپی. خب یک کوچکتر از یک منفی اکس بر 4 کوچک از 2. چه رقم کار کنیم؟ اول اطراف ضرب 4 میکنیم، نامساوی ساده شود، 4 کوچکتر از قیمت مطلق یک منفی اکس کوچکتر از 2 4 8. صحیح؟ اینا طبق معمول این دو نامساوی است. یک نامساوی ما قیمت مطلق یک منفی اکس کوچکتر از 8 است، دیگه نامساوی ما قیمت مطلق یک منفی اکس
بزرگ از چهار است. این نامساوی دوم و این نامساوی اول. قبول داره؟ دو نامساوی ما شد. یک دفعه کوچک ازشت، یک دفعه نمی بزرگ از چهار، اینه بزرگ از چهار. نامساوی اول حل میکنم. این را قیمت مطلقی، قیمت مطلقی یک منفی اکس کوچکتر از 8. این چرا عمل کنم؟ نو پیشتر تخنیک برتان یاد دادم. اینجا 8، اینجا منفی 8. اما این روش فقط و فقط برای درجه اول کار کنین. درجه دو بود، سه بود، کسری بود، جزری بود، باز اونا رو بس علایده است. خود دیدیم. خود صاحب، یک هم ایسو بیار، هم او طرف بر. یک هم ایسو باید بیایه، یک هم باید او طرف مساحت بره. یک کیسو بیایه، منفی 1، از 8 که تفریق شوه، این میشه منفی 7. کوچکتر از منفی x. یک کیسو بره. یک کیوسو بره، اینجا غلط کردم، یک کیوسو بره، منفی 1، منفی 8 و 1، منفی 9. ای خدا، همه تر شد نه؟ منفی 8 و 1، منفی 9. صحیح، یک کیوسو ببر، منفی 1، از 8 که تفریق شوه، 7. همه تر میشه، اطراف ضرب منفی، این میشه 9، جد تبدیل میشه، x جد تبدیل میشه، منفی 7. اولیش 8. صحیح؟ دو میشه کار میکنم؟ دومیش اینی است. قیمت مطلق یک منفی x بزرگ از 4. ایره چه رقم کار میکنی؟ یک منفی x بزرگ از 4، این طرف منفی 4. صحیح؟ اینال اینی یک هم ایسو میاری، هم او طرف مساوات. یک ایسو بیاری منفی 1، میشه منفی 5، منفی x و ایره او طرف ببر 3. اطراف ضرب منفی، جد تبدیل، 5 کوچک است از x، کوچک است از منفی 3. اینال مقایسهش که خلاص. حلشت. اعداد ما اول منفی 7، باز منفی 3، باز 5، باز هم 9. صحیح شد. نامساوی اول بین به دو رنگ میگیریم که اسمش اشتباه نشه. نامساوی اول x بزرگ از منفی 7، n بزرگ از منفی 7، کوچک از 9، اینی هم کوچک از 9. سرحد نامساوی اول تعیین شد. صحیح؟ دومی x کوچک از منفی 3، کوچک از منفی 3، بزرگ از 5، n بزرگ از 5، قیی طرف ادامه داره، این طرف جایی که هر دو خط موجود باشه. به فکر من یکی این ایسا هست، یکی هم ایسا هست. ایسا ها را نام بگی برای من. ایسا ها میشه کوچک از منفی 3، بزرگ از منفی 7، یکی. دومیش x کوچک از 9، بزرگ از 5، ایام شد دومیش. ایام بود جواب نهایی. امید است که اشتباه نکرده باشم. اگر غلط کردیم معذرت من رو پذیراشه. خب سوال 38، سوال آخر امروز. سعیز نهایت باز ویدیو خسته کن نشه. انشاءالله روز آینده باریکی های ازیره و بعضی بحث های باریکی دیگری را در نامساوی ها خواهد داشته. قیمت مطلق 2x مثبت 1 کوچک مساوی به 2x منفی 3. یادتان باشه قیمت مطلق نمایندگی از یک عدد پوزیتیو میکنه. صحیح؟ یا قیمت مطلق نمایندگی از عدد پوزیتیو یا مثبت میکنه. وقتی که یک عدد مثبت کوچک از عدد مثبت دیگه باشه، از این بگذرین دیگه، قیمت مطلق مارش علامه نداره و فلان نداره، این گپایتون بانین. اگر یک عدد مثبت کوچک از عدد مثبت دیگه باشه، بنابراین ما حق داریم که به یک نما بلند ببریم. نداریم؟ داریم. خیر من چی کار میکنم؟ همین قیمت مطلق 2x مثبت 1، همین قیمت مطلق 2x مثبت 1 که کوچکتر از قیمت مطلق 2x منفی 3 است، اگر اجازه است من ایره به نمای دو بلند میبرم. چرا به نمای دو بلند میبری؟ به خاطر که تابع درجه دو رو یاد دارم و ما تلاش ما ای است که شکل پولینومیال بگیره، افاده شکل خطی شوه، تابع منحنی شوه، او آسان بشه به ما، نه که تابع چندین شاخه ای باشه. ای ما از الله پاک امیره میخواییم که تا میتانیم افاده ما تیپی پولینومیال بگیره. حل تیپی پولینومیال بر ما نهایت ساده است. به همین لحاظ اگر اجازه استی را بر ما دو بلند میبرم. و یک چیز دیگه هم یادتان باشه، به نمای دو یک افاده همیشه عدد مثبت مانا میده و قیمت مطلق هم به فکر من عدد مثبت مانا میده.
مثلا فکر کن که اینجا منفی 4 باشه، بنمای 2 مثبت میشه، قیمت مطلق منفی 4 هم ببینید نتیجهش مثبت میشه. به همون خاطر ما حق داریم که افاده ما را به درجه 2 بلند ببریم. خیلی من اشتا میکنم 2x مثبت 1 بدون از اینکه جهت نامساوی تبدیل شوه 2x منفی 3 کل مربع. صحیح؟ بسیار خوب. و دیگه وقتی بنما بلند میبرین در نتیجه مساوات تغییر نمیاد. مثلا x مساوی به 4 بر ما داده شد، ما ایره بنمای 2 بلند بردیم، x مربع مساوی به 16 شد، بازم که جزش بگیریم پس اونم 4 میاد. صحیح شد؟ بناهن بنما که بلند میبرین مسئله رو تحلیل کرده بتانین که ما به نما بلند میبریم آیا حق داریم نداریم، نتیجه تغییر میکنه نمیکنه، این جزئیات رو باید بفهمیم. این انکشاف میده، این میشه 4x مربع مثبت 2 دو 4x مثبت 1، کوچک مساوی به 4x مربع منفی 2 دو 4 4 3 12x مثبت 9. از اینجا 4x مربع به 4x مربع خلاص میشه، منفی 12x این طرف میارم میشه 4x جمع 12x، کوچک مساوی به 9 1 اوسو بر منفی 1، 4x 12x میشه 16x، کوچک مساوی به 9 1 بره 9 1 بره چند؟ 8، اطراف تقسیم 16. بناهن 16x کوچک مساوی به 8 اطراف تقسیم 16 کو x کوچک مساوی به 1 بر 2. این بود جوابش. کپی بر صورت شاگردای دوست داشتنی افغانان معزز ما، با فشردن دکمه سابسکرایب از چینل خودتان لطفاً مرا حمایت بکنید. با لای پاک میسپارم اتانا انشاءالله در لکچر ما بعد مثال های جالب و دیدنی از بخش قیمت مطلق و از یک ساحی که برای ما میته یک نامساوی را میته و برای تو نامساوی قیمت افاده الجبری را میخواه، انشاءالله اینا را پیدا خواهد کردیم. با لای پاک میسپارم اتانا، خدا حافظ.